خود زرده کردی؟ دختر به این کاری کی داره؟ بگی بوس لوس تشریف آوردین خانم، همه کارو تموم شده. شرمنده اخلاقتون. خیلی نامردی، دو ساعت دیر اومدی حالا هی میگی شرمنگی اخلاقتونم. مثلا تو بانی اصلی این کارای هیئتی. بوریه جان زعفران رو بیاد، هر کی هم نگه داره بیاد سر دیر. بفهم نبود کسی که از اون مردم چنین چیزی طلب بکنند. بیا
الو الو، خب حرف بزن، حرف بزن آقای محترم، حرف بزن خانم عزیز، دارم میشنوم. کلافمون کردی، هر خری کردی حرف بزن نریزی. مامان جان رفتن عشق و صفا، به من فوش میدی؟ خفه شو آشغال، تو کی هستی؟ الو، کسافت کسافت، الو. سلام مودی مودی، خانم سر چیلوغه خبر از ما نمیگی؟ سلام کتی، خوبی؟ گفتم الان در حال سینه زنی و خوردن آش داغ. چی؟ آش داغ خسیس برای من کنار گذاشتی؟ خب حالا ببین جونم، اگه بخوایم شمارمونو بدیم کنترل، بابات میتونه ترتیبشو بده؟ چیه مزاحم داری؟ آره پسر دختر زنی مرده. امشب فهمیدم یه دختره. وا چه با حسرت، حالا که فهمیدی پسر نیست میخوای پدرش. خیلی خوب لوس. کتی من بعدم بهت زنگ میزنم. خدافظ. علیکی سلام. سلام، رفتم دنبالت. چیه؟ دلکندی؟ موبایلتون خاموش بود. ایوا، آره خاموشه. رفتی یکی از شاگردای شهرستانیم زنگ زد، طفلک حالش بد بود، میخواست بره بیمارستان. طفل معصوم، پولم نداشت. جدن توی بیمارستان آدم دلش میگیره. چادر نوعتون خیس شده. چند وقت من گذاشتی سر کار حرف بزدی، حالا داری زر میزنی. زود عصبانی نشو عزیزم، هنوز خیلی زر دارم بزنم. خب ماما تشریف آوردن، حالشونم که خوبه. به تو مربوط نیست. آشغال کسافت، یه بار دیگه اینجا زنگ بزنی پدر تو در میارم. فکر میکنی شما رد اینجا نمیفته؟ هر غلطی دلت بخواد میتونی بکنی؟ مامان من نجیب تر از این حرفاست. ولی خانم نجیب به دخترش میگه این آقا سیروس چند سال از تو بزرگتره، صلاح نیست باهاش ازدواج کنی. ولی مادر نجیب خودش میره با سیروس خان صفا. غلط کردی نجیب. کسافت. الو الو، سلام خانم، ببخشید این شماره رو آقا سیروس. بله میدونم، حکمم به تو هم قول داده بگیرتت. بله. خب شما تلفنی آدرسی چیزی ازشون نداریم به من بدین؟ نه جونم، هیچ خبری ازش نیست. والا خدا میدونه من ندیدم به چش خودم، اما همسایه‌ها میگن یه بیوه زنه
هم زن خونه داره هم ماشین. آقا بعد به خیر شد دختر جون، تو هم بالا دنبال بخته. چرا آدم اهل زندگی نیستن؟ برو مادر برو دیگم توی خونم. آقا زیاد نزدیک ماشین نشین، متوجهمون میشه. ای ازش جا موندیم آقا، رفت. لا اله الا الله. خانم من اهل دردسر نیستم. دردسر کدومه؟ مادرمه. من نماری رو قانون حلالم. آقا تو رو خدا یه ذره تندتر بریم. اصلا میزنم بغل پیاده سو خانم کره همین. خدا بیامرز پدرتون. شما خیلی اعتماد داشتین. بیمه بدن است خانم. بله بله. اینم ماشین خانم. خیلی خوش اومدید. مواظب خودتون باشید. خیلی لطف کردید. خانم ما سلام برسونید. چشم حتما. حتما سر روز دیگه تشریف بیارید. ماشین رو برمی‌گیرم. حتما. کجا داری میری؟ شیشه رو بده پایین. دنبالم راه افتادی که چی؟ مچمو بگیری؟
نبیبینی چقدر خورد شدم؟ تا قبل از اینکه خبر باباتو بیارن اینجوری نبودم. بعد از اینم هر کی گفت چه قشنگی، زدم تو پوزش. گفتم دختر دارم، فردا مردی که چشم بد نگاش نکنه. حالا خانم اینقدر بزرگ شدن که ماشین سواری میکنن، تعقیب و گریز میکنن، که چی؟ که مامانش چلچلیشه. غیرتی شدی ها؟ خوبه والا. دیگه تعقیبم نکن. به موقعش همه چی رو میفهمی. موقعش الانه. بگو کیه؟ نمیتونم بگم. ازم خواسته به خاطر خودت بهت نگم. پس دلش برای منم میسوزه. میگه خجالت میکشی. خیلی دوست داره. منو دوست داره. پشت گوشام مخملیه، بچه خر میکنی. ار ار خیلی دوست داره. به گونه بدم خیلی. خوش باشی. سیروس آدم بدیه، به تو نمیخوره. از من ازت انتظار نداشتم. سیروس خره کیه؟ چشماش به تو نفته، خیلی قشنگ پدر سوخته. چرا بابا انقدر دختراشون رو دوست دارن؟ بابا میگه هر کی دختر نداره لذت پدری رو نمیچشه. بازم داری زرد میکنی؟ آره دیگه. سلام آمد به جونم هر سی یک بار. دو تا شید چی؟ غم یار و غم یار و غم یار. چقدر چهراتون رو تو ذهنم مرور میکردم زیر مشت بگرد. برای سلاماتتون ختم هزار سلوات میگرفتم. وقتی اوسرا آزاد شدن گفتم امیر حسین داری میری که هوری و مریم رو ببینی. تموم شد. اشتالا بهتر که باشم به هوری هم میرسیم. تا که مربون شکل بابای هوری برم. تا که تا وقتی کاملا خوب بشم. بازم ازت خواهش میکنم نظر دخترم من این شکل ببینم. خب حالا یه سورپریز برای بابای هوری. بس بزنم پایی برم. مامان این چراب سفیدای من کو؟ بایدیرم شد. ای وای این که لنگه به لنگه هست. بابا یه لنگه به لنگه میبوشه که هی به لنگه میگه که هرچی فرنگه همه مال پای لنگه همه مال پای لنگه واسه نونه واسه نونه جرابای من کدومه جرابای من کدومه. ماما جرود میخوام. ماما دیرم شد به خدا. من خیلی خرم مگه نه؟ مامان بیاریمش. میگه نمیخوام بچه من اینجوری ببینه. میخواد چند ماه دیگه که حالش بهتر شد بیاد خونه. حالا نوبت دل منه. دلم میخواد همین حالا ببینمش. مامان دلم براش یه ذره است. خواهش میکنم آدرس بیمارستانو بده. به یه شرط. اگه تونستی بشناسیش میبینیش. اگه تونستی بشناسیش میاریمش.
بفرم اعصاب روان مشکل ارگانیکی در سیستم بدنش دارد. این آقای ترابی ما در ضمن اینکه دچار موج گرفتگی هستند، در این قسمت مغزشون ترکشی دیده شده که قابل درآوردن نیست و با کوچکترین استرس فعالیت خودش رو در این قسمت شروع میکنه و باعث میشه که ایشون زمان و مکان رو از یاد ببرن و دچار دیسترس کامل بشه. بشین بابا. چشم. دست درد نکن. دستپخت خودت بود؟ البته به پای دستپخت مریم خانم شما که نمیرسه. چطور بود؟ هر شود که هر گلی یه بویی داره. پس عرض شود که این بو مال گل رستوران محلمونه بابایی. من خیلی کردم که خدا بیامرزه خانم جانم. خدا رحمتش کنه. اونم خیلی رستورانی بود. هنوز نگفته مهمون داریم یه قابلمه رو میداد دست بیدن امیر روستان به پر برو بگیر بیار. اونم حالا آشپزی نداشت. حالا آشپزی نداشت برای یه آش و اسما بخیه. وقتی نبودین نبودنتون همه جا بود. چراغ خونمون خاموش بود بابا. چه
چراغ. ما شمع سوسوزن هم نیستیم بابا جان. چراغ جان. اندازه همه عمرم ندیدمتون بابایی. ولی من به اندازه همه عمرت تو مامانو تو ذهنم دیدم. اول منو دیدیم بعد مامانو، یا اول مامانو؟ تو رو که من واقعا به والله اون موقعی که میومد بیمارستان تو چشماش میدیدم، تو رو میدیدم. درسته؟ این بیماری شما مسئله مهمی نیست که انقدر غیبت صغرا کبرا برای جیگر گوشتون چیدیم. الو، خوب از سیروس انتقام گرفتی، همو سرش آوردی؟ الو، بله. جوانای امروز نصف عمرشون پای تلفن میگذرونه. این هم یه جور جوانی کردنه دیگه. مگه ما جوان نبودیم؟ چرا بودیم، ولی تلفن نداشتیم. زنگ در خونه ها رو میزدیم در میرفتیم. میخواستی زندگیمونو جهنم کنی؟ همه ترنگ نداره خانم مزخرف. طلبکاره یا خواستگار؟ موریه جان، نه رو بذار تو آشپز. الو؟ موبایله؟ قطع میشه. نه نه چیکار میکنی دختر؟ الو؟ مزاحم تلفنیه. چیه صدام تغییر کرده؟ دلت میخواد منو ببینی؟ پشت در خونتونم بیا. مزاحم تلفنی داری؟ یکی دو ماه. زنی یا مرده؟ نه مرده، حرف نمیزنه. نه چشماتو باز کن. وای بی بغلا قش نکن خانم، بهتون تبریک میگم واقعا. چشماتون روشن. چه خبره؟ چرا تو اقماسا چراغونی نکردی؟ خیلی سوت و کوره. سلام. پس تلویزیونا کجا؟ سلام. من مادر راجع به مشکلات جوونا مصاحبه مطبوعاتی کنم، حجابم که قابل پخشه. دختر همسایه‌مون یه ذره شیرین میزنه، گفتم یه ذره شاد چی. اینا کیه؟ بابا برادرمه دیگه، گفتم دف میزنه. گفتم با دوستش بده زنی مریضون. سلام قربان، خیلی خوش اومدین، خیلی خوشحالیم که میبینیمتون، خیلی خوش اومدین به وطن. با اجازهتون قربان شما خدا. من میارمش تو دفو من بردم، ماشینو پارک کن بیا. سلام علیکم، خیلی خوشحالم. با اجازهتون خواهش میکنم. به چه سورپرایزی، آدم بعد از این همه سال چشاشو باز کنه ببینه خدا از آسمون براش یه شوهر فرستاده. سلام مریم خانم. من سانازم، همسایه کتینا. خوبین؟ خاک بر سر نامزد سابق بیلیاقت من. ببینم اونجا چه خبره. خب بچه جون خوب هستین؟ ساناز جون، کتی جون چطوری؟ خم ترابی چون بفرمین به آقاتون برسیم. ما خودمون چیز پیدا میکنیم میخوریم. میدونیم که من اصلا اهل تعارف نیستم، همینا رو گرم میکنیم دیگه. الهی قربونتون برم، من خودم آماده میکنم، بفرمایید. اگه زحمت زنگ بزنم رستوران پول هستا؟ برو زنگ بزن. خانم دارم شما که میدونی هوری موری ما شوخه، کم شما به دل نگیرین، مگه نه محلا که دست باخته شما. نه من که بابام خیلی زود ایشون مرحوم شده هستن، ولی یه خانجون داشتیم خدا رحمت کنه، این نشسته بود پا ما، همش هم همه هوش و حواسش به این موهای ما. میگفت چیه؟ من تو دختری مرد باید زمخ باشه، گردن کلوف باشه، سلامت داشته باشه. ماهی از این گوش میگرفتیم، از این گوشی. بالاخره یه روزی یه حاج آقایی بالا منبر گفت پیامبر اعظم موهایشون انقدر بلند بوده که تا سر شونه هاشون اومده. ما خوشحال مثل فشنگ شلیک شده سمت خونه که آی خانمی جان نعوذ بالله نعوذ بالله، موهای ما مثل موهای که دیدیم خان جان با یه قیچی و یه شونه قسطدم در خونه. تا اومدم بگم موام نصف زلفای منو کجکی چید،
من زنم زیر گریه که من این نگاه کردم خودمونم بایستد زار زار گریه میکنه چنگ موی من گیسای مام دستش ای چه چیزایی رو سر چه چیزایی علکی بحث کردیم چه چیزایی مهمی رو ازش قابل شد ای به این کتایون خرمی یا زرستو برای بابای من بدی وقتی به خریه کتایون نداره موسیقی درمانی علمه این روزا که روزای رقاصی نیست تو هیئت محله ما بچه ها ارگم میزنن راست میگه عزاداری رقاصی وقت داره راست میگه رقاصی یعنی چی؟ بابا من بی افتخار اومدن سردار حال کنی راست میگه اوریه که چی نمه سود و کور خیلی ارادت داریم سردار سلامت بشین سلامه دوباره سلامت بشین بچه تموم شه شام حاضره اول شام بخوریم آماده آماده که نیست تموم شه میارم شما رزمی کار میکنیم؟ رزمی، یوگا، حرکات موزون کنکورم شرکت میکنم قبول نمیشم آخه پارتی بازیه امسال هم قبول نشم باید شوهر کنم خب بعد فکر نیستم یقین دیر شد بابا سردار کی لیاقت ما رو داره شما که نبودین ببینین ارزش ها ارزش ها سیاسی کاری و دستکاری شدن توسعه مدنی طالبان دموکراسی غرب بوروکراسی اداری یه مش پسر قیمتی دانشگاه که محل به کسی نمیذارن یعنی ما دیگه؟ نه عزیزم شما که هنوز بچه سردار زدی تو آتش زایه شدیم امید چیزی بزن یه چیزی بزن به اون در باشه چشم باجزه شما کلاس معلم میخواد
آقا جان هوریه بیاد میرم. ببین اگه اینجوری باشه میفهمم مزاحمم، ول میکنم میرم هم آسایشگاه. نکن دیگه، الان چند روز علاف من شدی؟ بس دیگه مهمونی. خیلی ممنونم، خیلی ممنون. وگرنه شال و کلاه میکنم همین الان میرم بیمارستان، اونجا دیگه خجالت هم نمیکشم. حالم خوبه، قرصم خوردم؟ نه دیگه آوردم بخوری. خوبه ده بخورم. آه بلش که من میخورم. آه آه برو میخورم. بدون تجویز پزشک مصرف نشه، دور از رطوبت و کمتر از 30 درجه سانتیگراد، دور از درشت. بله سلام سردار بزرگ، چطورن؟ الو یکی اینجاست میخواد باهاتون صحبت کنه. چطوری مرد مجاهد؟ برای خیلی ها پدری کردی، ولی حیف که همه شون زیر خاکن. اگه نه حتما حق پدر معنوی که به نولان سوزی افتاده رو ادا میکرد. شما کی هستین؟ دوست داری کی باشم؟ یه دوست قدیم. دوستای قدیم من یا زیر خاکن یا حافظ خاک. درد تو بگو. خانومت بهت گفته تو این مدتی امیر حسینی دیگه ای داشته؟ خفش خدا پریز داری، تو رو به خدا یواشتم. جان دست درد نکنه. لیلی و مجنون مام هستیم. ما حالا خانم راننده یه جا نگه دارین، لیلی و مجنون یه نهاری بخورن، یه نمازی بخونن. آره بابا یه دستشویی برن، ای قرص با چای، ای قرص با آب. چشم بابای مامانی من و مامان خانم، داریم میرسیم. گوز نکن صاف بشین، شده این من. خوبه؟ نه دیگه اونجوری.
فامیلی. ویلا داریم، ویلا. ویلا، ویلا. ویلا تو جنگل، ویلا کنار ساحل. سرما نخوری. حالا این دانشگاه حوری و کار تو چی میشه؟ جون امیر حسین بذار به هوای تو ما هم یه نفسی تازه کنیم. بابا حوری یه چند ماه دیرتر خانم مهندس میشه، من هم چند ماه دیرتر پیر میشم. کلی مرخصی طلب کارم. قرصم خوردم؟ آره خوردی. آقا این میز خصوصیه. خیلی مزاحمتون نمیشم. مهموناتون بیان میرم. مزاحم مزاحمه، کم و زیاد نداره. این میزم تا یه سال رزرو سرورتونه. سرور مواظب دستت باش، چاقو تیزه. بله. الو. جای خوبی نگه داشتی. حالا کجا میری؟ از واقعیت فرار میکنی؟ کدوم گوری هستی؟ اگه دستم بهت برسه بلایی سرت میارم که مرغای آسمان بالت بیاری. نه عصبانی نشو، خیلی هم دوروبرت نچرخ، منو پیدا نمیکنی. نباش، بازم به زنگ میزنم. یه فیلم ویدیویی از خلوت مامان جونت با سیروس دارم، ببینی ازم تشکر میکنی. فعلا خوش بگذاری. حیف این آب و هوا نیست بابا، صفا کن. ویلا کنار دریا، ویلا تو جنگل، ویلا، ویلا داریم، ویلا، ویلا ساحلی. ویلا داریم، ویلا، 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 ویلا تو جنگل، ویلا کنار ساحل. ویلا خانم، ویلا میخوای؟ ویلا داریم، ویلا، ویلا داریم خانم، ویلا، ویلا جنگلی داریم، دریایی داریم. آقا جون، این میز خصوصیه، رزرو شده. بفرم. ببر. بخشیدم. خیلی ممنون. با این قیمت برای سما بهتر از این پیدا نکنیم. دست شما درده. اینجا هرچی بخوان هست. سوپرمارکت داریم، بازار سنتی داریم. هرچی بخوان اینجا از شیر مرغ گرفته تا جون آدمیزاد. اینجا جون آدمیزاد کیلو چنده آقا؟ ها؟ شوخی کرده. از اون لحاظ. البته دیش ماهواره مگه بخوان برایتون فراهم میکنم. البته تلویزیون اونور آبون بده که نیه. تلویزیون این ور آب چیه؟ توری نیه، اما بده محوره نشنه. خوش بگذره. خدا حافظ. خدا حافظ. بابا بریم تو.
مارجان شما سفارش دیگه ندارید؟ مارجانی، خرجانی، عمه جانی، خاله جانی بخرم؟ نه هوریه خانم، سفارش دیگه ندارم. خب اما یه سوال دارم. بفرما. میخوام ببینم جایب این قشنگی نمیشد مرا زودتر میآوردی؟ حتما بعد این بابا جانت باشه. او شما به نکته مهمی اشاره کردین. چند آگهی بازرگانی توجه کنی من برمیگردم. بابا جو شما سفارش ندارین؟ چرا بابا، قوز نکن. چشم، خدافظ. خدافظ، سلامت. روی نگاه کن. الو، سلام خاله جون، شما این؟ بله، وای خرید کرده بودم ریم. بله شما لیم خاله، انشالله میایم خدمتتون شیراز. یه در گوشی خاله. ببخشین خاله جون، چشم دلتون روشن دیگه، فرصت نشد دیگه. بله نه تنها. چانسنا کتی خانم اینجوری ادامه بدی گوشو قطع میکنم. ما به حوض میکشیم، نامه هاتونو میرسونیم، نگهبانی میدیم، افتخارم میکنیم. آفرین. یه زنگ نزنی ها. شرمندم به خدا. باش تا اموراتت بگذره. ببینم قضیه مزاحمه رو به بابا مامانت گفتی؟ نه نگفتم. وا چرا نمیگی؟ این مزاحمه عوضی هم دست بردار نیست. ببین گوری، این قضیه مشکل دار میشه ها، بعد جوری پشیمون میشی ها، اینقدر خربازی در میاد. میدونی چند بار سعی کردم بگم، ولی ما اصلا به خاطر اعصاب بابا اومدیم اینجا که ساکت و آروم باشه. الان نمیدونم بگم چه اتفاقی میفته، میترسم اعصابش خورد شه. حالا شدم گفتم. میدونی من فکر میکنم این یارو میخواد تلکه کنه. تلکه کنه؟ ما چی داریم که تلکه کنه؟ وا قضیه اون نامزد بیلیاقت من واسه یه عکس. خیلی خوب، حالا خیلی خاطره خوبی تعریف میکنه. ببین جونم، یه حسی به همش میرسه، ولی اگه برسه من میگم. آخه چه احساسات لطیف. دوست دارم برم اون جلو. ها؟ ها؟ روشنایی اینه کتایون میره گلامون آب بده، این نامه رو جلو خونه پیدا میکنه. برای من کیه؟ برای خود ما؟ برای خودمون، نه برای ما، برای ما.
تو رو کشیدن. من برم سبد دست ماشین بیارم، یه سر ماهی ارزون و تازه با اینا بگیریم ها. برو بیا جایی نرو، همینجا باش، برمیگردم. زود برمیگردم. برادر گرامی سردار سرفراز، جناب آقای امیر حسین ترابی، سلام علیکم. حال که به لطف خداوند به وطن بازگشته اید، پس از بدین وسیله از شما دعوت می شود که در روز دوشنبه ساعت فلان جهت تابلو مرده بودیم خیابون به اسممون بودا. چطوری؟ غریبه ما خیابون ما رو گرفتن تا هم از ما غنه کرد. برنگرد وگرنه مغزتو داغون میکنم. فکر نمیکنه اشتباه گرفته بشه؟ مونه طلبه اشتباه؟ یاد رفته چطوری جوانهای مردم سردرگم کردی؟ یاد رفته آخر دوار کومل بند پوتینا رو گره زدی؟ زانو بزن التماس کن نکشمت. خاک تو سرت برسه دیگه، 40 سال از خدا عمر گرفتی آدم نمیشی. فکر نکردی یه وقت سکته کنم؟ پس دیگه شهادت از اصل شیرین تر نیست. نه خیر، ما قندرم اصلا اصل برام خوب نیست. من جای شمشیر امام زمانو ماچ کنم. باز زور جمعه محشور بشه. سلام. 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 خاطرات دوران جنگ، ناستولوژی. اصلا تو که دیدی؟ بله. تو فیلم قد یه نخود دیده میشه. خوبی داشت با؟ زنگ نزدید با هم بیه. گفتم مزهم نشم دیگه. نخودت هم. من برای این ماشین جابجا کنم. بفهم بزر. صاحب خانه؟ یا الله. خوش اومدین، لطف کردین. چرا به خانم بچه ها تشریف نیوردین؟ بچه ها که مرن مدرسه، ایشالله شما تشریف بیارین قوم. تعارف اومد نعیمت داره، فردا حتما خدمت میرسی. قدمتون روی چشم. لیلا که بود هاش خانم، قابل ندونستین. والا به خدا عجله ای شد. با اجازت. خوب موندی؟ بیمم؟ پیر، موجی، درب داغون. این که شرح حال منه، هلوی تو دل برو. برو اشکال که نداره جاقا. بعضی از علما حرام کردن،
مضاف بر این که دودشم تجاوز به حقوق دیگران. البته بعضی از علما هم حرام نکردن. اطباء هم راجع به مضراتش نظرات مختلف ده. چایی رو بکنی؟ بله. بله. سلام. بیا فیلم مامان جونتو با سیروس بگیر. خفشو. من تو همون رستورانی هم که بهت قول فیلمو دادم یه پالتوی زرشکی پوشیدم، کلام سرمه، منتظرتم. من بده دو تا این خروسکتون پا هست. نه آقا، نه آقا، اونو دمر کنید تو من میخورم. آقا چی نمیدونست که تو میدونم؟ خودتی؟ هنوز خودم. بده ببینم اون فیلمو. فیلم؟ آره. چه فیلمی؟ رسمی؟ رسمی؟ هندی مامانی؟ فشو من ویدیو کلوپم. میخوای حالگیری کنی؟ آره بابا حال نداری. بلای سرت بیارم مسلمت از سرت بپره. فکر نمیکرده بیام سراغت نه؟ ببین من قاطیم آه. بلای سر خودم و خودت میارم. بزن به چاک. باشه باشه میرم. مصاحب مصاحب به مامان من تو اومد میزنی بلیت میکنم. خودت برم کنی به مامان من تو اومد میزنی تحمیل میدم. خودت بلم کنی بلم کنی مصاحب باشو باشو تو اومد زن بلند شو تو اومد بزن. چیه افتادی؟
میلرسی باشو بلنشو میگم باشو دیگه بزن به بازگاه من ازدم به خدا من ازدم به خدا من ازدم شما شاهد بودید خانم شما بگو مزاحم شده بود تو من زده بود تو رو خدا یکی کمک کنه یکی بلندش کنه آقا بلند خبر جناب همکارم بله هنوز این کجایی تو؟ خب خودت دیدی؟ خیلی خوب گواهی بیمارستان رو بگیر اعزام کن پزشکخانه صورت جلسه اول رویت کن بعد امضا کن بس اون مورد نشه خداحافظ ببریمش متاسفانه مزروبه فوت کرده سند میذاریم خونه ویلا چه میدونم کارخونه موضوع قتله فردا میره دادسرای مرکزی محل اقامتش اونجا قرار وثیقه رو صادر کنه شما میتونید برید وسیقه بذارید آزادش کنم ولی الان نمیشه چونه ببینیمش؟ البته آیا احمدی؟ سلام سلام بابا سلام غوریه؟ نه ترسی بابا همه چی درست میشه انشالله به خدا من نزد معلومه که نزدی کار حرفه‌ای بوده بابام فهمیده خودت نباسی بابا همه چی درست میشه حالش چطور بابا حالش خوبه خیالت راحت باشه به خدا من نزد نگران هیچی نباش مرده که مرده برات بهترین وکیلو میگیرم سالمه؟ چی؟ کی؟ مریم من گاهی دیوونم خنکی نیستم یه خبری شده نترس به هم نمیریزم قرصم خوردم چیزی نیست هوریه تصادف کرده ولی حالش خوبه به اونی که زده حالش زیاد خوب نیست بله گوشی رو بدید به سردار ترابی شما؟ از دوستانم راجع به دخترتون خبر دارم بله میگه از دوستای قدیمیته سلام رفیق عزیزم به به سردار چطوری مرد مجاهد؟ بکنم ما با هم حرفمونو زدیم احسن هنوز مغزت کار میکنه فرمایش با این مغز دیجیتالی و زبون چرب و نرمت مخ خیلی ها رو زدی بردی گوشت جلوی توپ کردی حالا عقوبت پس بده سردار تو کی هستی؟ پدر یک گوشت جلوی توپ هم یه استعداد اگه بود یه ستاره میشد الان ستاره اگه ستاره شناس باشی کمترین خونبهاش بچته سردار زرج بکش
بسوز. الان تو فرودگاه. بی خود دنبالم نگرد. بفرمید. گفتم بهش؟ بله گفتم تصادف کرده. خوبی سردار؟ بفرمید. شب بخیر. قربان لباس زنه ما تمام نمیشه. خانم ترابی قرار نبود لباس متهم باشه. آقای قاسمی وکیل پایه که دادگستری هستم. بله کارش هم خوب بلده. به صلاح حرف ایشون رو گوش بدیم. باشه وکالت پرونده رو میسپاریم به ایشون. حاجی سازشکار بازی در بیارید کار خراب میشه. من بیرو در بایسی بگم بین آقای کرواتی و این همسنگر اصلاح شده اصلا اعتمادی ندارم. ببخشید جناب، بنده نه مشکل مالی دارم نه کمبود مشتری. آی سهرابی از من خواهش کردن که بیام. منم احساس کردم که مسئله ملیه، اومدم خدمتتون که شاید کمکتون کنم. اگه ناراحتین بنده مرخص میشم. دکتر این آقای اسدی ما خودش جز آثار باستانی اسناد ملیه، شما به دل نگیر. باید اینجا بمونید تا رضایت بگیرید. رضایت گرفتن کار خیلی سختیه، حوصله میخواد. من نمیفهم هیچکی نیه حقیقت رو بفهمه. اطلاعاتی دایره جنایی وثیقه میذاریم آزادش میکنیم. آزاد که بشه روحی خانواده مقتول جریحه دار میشه، اون وقت دیگه نمیتونیم رضایت بگیریم. یعنی تو که مامور اداره عملیاتی لشکر بودی اینقدر عرضه نداشته بفهمیم؟ ببخشینا اصلا این مشکل ملی گذاشت ما حرف بزنیم. خودشون میبرن خودشون هم میدوزن. خب تو بودوز، تو بودوز ببینم چی مودوزی. از طریق پرینت خونه شما جاشو پیدا کردم. خب رفتم دیدم نیست. آمارش از طریق داداشش که تو هلال احمره گرفتم. اونجا فهمیدم که داداشه بهش گفته که جناب علی آزاد شدی، اونم کینه شطوریش گل کرده. چرا؟ چرا؟ برای اینکه بچه‌اش تحت تاثیر جناب علی بوده. شهاب زاده بوده و همین یه بچه و یه شغل مهم تو گمرک. خلاف می‌کرده. بچه بهش میگه بابا جان این کار اختلاس رشوت نکنی کار رو گوش نمیکره. بچه هم نخو میده، میان آقا رو میگیرن زندان، بعدم اخراج. بعد بچهش که توی گردان جناب علی بوده شهید میشه. اون وقت جناب علی میشی آینه دق، کینش هم میشه شطوری. امان از کیناجی. یعنی شما هیچ کدومتون عرضه نداره این بابا رو بگیریم بیارین اینجا؟ به فرض اینکه اینترپول اونو دستگیرش کرد آورد اینجا، ما چی داریم؟ اینترپول و سریب سرخ و اینا. اجازه بدیم ما چی داریم؟ فقط 4 تا تماس تلفنی با خونه شما، غیر از اینه. ولی اونا اثر انگوش رو دسته چاقو، گردنبند دختر شما توی مشت مقتول، اون همه شاهد زندگی که اونجا بودن. اگه رضایت نگیریم متاسفانه طبق قرائن موجود اعدامش قطعی. من شما به آقای سنجری بگو گوش کن آقای عزیز، من وکیل خانم ترابی هستم. شما به Thank you.
باز نمیکنه. صد بارم که بیایم همینه. همین در وا کو قربونت. سلام آقا، چه امری دارید؟ بفرمایید. با اجازه. اجازه گیرم بعد آقا. آنتیبیوتیک نمیخواد، داخل سرم هست. سلام آقا. آقا ببخشید، آخونده به ما داخل. چرا داره با کردی اون وقتی که؟ آخونده ما گودم باید شما به دم استخ بیست و شما بشید دم استخ. او اندازشون بیرون درم ببند. چشم آقا. نه وایسا خودم همین الانی. چشم آقا. بله بفهم. سلام علیکم. آقایون زودتر امرشون رو بفهمم چون خیلی کار دارم. ببخشید مزاحم شدیم. سال هاست که مزاحمی. چی کارش کنم؟ چه میتونم؟ باش صدقه بده عجل معلق نهید سر بچه هات. ببخشید تعارف نمی کنید چایی قهوه چیزی در خدمتون باشیم؟ من رضایت نمیدم، حرف دیگه هم هست. حادثه ای بوده، بیایید و مردونگی کنید. از مردی افتادم دیگه. آی سنجری، به قول معروف در عفل عزتی است که در انتقام نیست. اون بنده خدا تو این دهکده مونده. شیخ عزیز، آقای وکیل شیک و کراواتی، رفقای اهل خیر، من رضایت بده نیستم، خودتونم خسته نکنی. این خواد اینجا بمونه بره تهران یا لندن، من رضایت نمیدم. بابا آخی چی میخواین؟ کلافم کردین، از بس همکلاسی و همرزم و چه میدونم همسایی و کوفت و زهرمار مزاحمم شدین. 4-5 سال پیش زن و بچه هم نابود شده، گفتن رضایت بده، رضایت دادم، لذتش هم برد. پاشنم اومدیم اینجا یه کمی آرامش داشته باشم. سلیک بچه هم کنید. آی سنجری وفا، به خاطر خدا. اصلا به خاطر خداست که رضایت نمیدم. جواب های هویه. سمت آقا اینو راه نمایی کن، تشریف میبرن. چشم آی سنجری، عنایت بفرمایید. هوا گرفته بود، جادم که پر پیچ و خم، ما هم توی این جاده پر پیچ و خم هی دنده میچاقیدیم. بعد یه هایی چشممون افتاد، دیدیم همون جوری که خودمون جوش آورده ایم، انگاری که رادیات ماشین اونم جوش آورده. به اصل مطلب بپردازید. خب اصل مطلب واسه تون تعریف میکنم. یه هایی دیدم یه صدایی اومد، اولش فکر کردم که یکی اون تو داره با همون شوخی میکنه. بعدش وقتی خودم رو رسوندم به پشت شیشه، یه دفعه دیدم که ای دل غافل که بچه مردم تو خون خودش داشت بال بال میزد. چاقو هم دست همین خانوم. دختر سنجری وفا رو همه میشناختن، هر روز ساعت 10 میومد اینجا، نهار شامش رو میخورد، قلیون سیگارش هم میکشید و میرفت. بعضی روزا با دوستاش میومد، باباش هم به یه رستورانی سفارش کرده بود که مواظبش باشن. از روز اول که اومد گفت جون آدمیزا اینجا کلی چنده آقا. بعدش هم دیدیم چاقو رو زد تو قلب دختره. چاقو رو کی زد؟ سوال دارم آقای رئیس. بفرمایید. شاهد اظهار میکنن که موکل بنده اومد جلو و چاقو رو زد به قلب مقتول، در حالی که چاقو از پشت به قلب مقتول اصابت کرده و ایشون هم مقابل مقتول ایستاده بودن. قلب بده، پشت رو نداره که. من به هیچ وجه، به هیچ وجه، به هیچ وجه رضایت نمیدم. فقط میخوام عدالت رعایت بکنی. همین، حرف دیگه اینم. آخرین هفته
حکم رو اعلام میکنم. ختم دادگاه. این بند یعنی غزل خداحافظی رو خوندن. چیه؟ ترسیدی؟ من بیگناه اما من هم کشتم هم کمک کردم که بکشن. تمیز ما کار تمیز ما هم که گناه نیست. پس من بیگناه هم کار صاحب کار داره آزادم میکنه. نه ترس یه بار که بیشتر ادامه ده میکنن رس بچه ها موریه هرا نسیمم چه وجدان نرد گرفتی؟ بابام مامانم داخل میشن. مامانم بابام چورتم زندون فوفول وکیلت اومده آماده شو بره. بجان گفتی اسم چیه؟ نسیمم. شکلیه همون شکلی که زندگی کردی. دیشب خواب دیدم که خر شدم. 4 دست و پا داشتم. گوشم دراز شده بود. تو هم خواب می‌بینی؟ که خر شدی؟ پول داره. دیارو میده خرش خیلی میره عجب خری. بدبخت کارت تمومه وکل سگ پدر سابکار حرومزاده پولو نداد. شاکی های سنگدل هم رضایت نمیدن. کارت تمومه بشین سرجو چیزی نشه. بشین برو عقب چیزی کفتن بشین سرجو بشین ایچی نشه بشین سرجو چیزی نشه. مراسم شب اعدامه مگه نه؟ با این شم به دنیا اومدم. نه یه ساله شدم. ماما یادت میگفتی که دومی سال تولدم خرم شهرآزاد شد؟ خرداد 61. 2 3
چهار. بابا می اومد اما هیچ وقت نبود. هفت، هشت، نه. جشن تکلیف گرفت. بابا دیگه نیومد. گفتی دشمن میخواسته کرموشا رو بگیره. بابات اسیر شده دخترم. اسم عملیاتش چی بود؟ آها خودم میگم، عملیات مرساد. ولی کرموشا که از خونه ما خیلی دور بود. گفتی میاد، تو درس بخون. میاد، بابات میاد، خانم مهندس شو. میاد. باشه. 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17. اسرا اومدن اما بابای من نیومد. بعضی دوستای بابا اومدن یه چیزایی گفتن. مامان سوخت، من آتیش گرفتم. مامان یادته دانشگاه قبول شدم چه ذوقی کردی؟ بابا اصلا نمیدونست گریه کنه یا بخنده. 17 شمرده بودم. 18، 19، 20، 21، 22، 23. بالاخره بابا اومد. منم فوق لیسانس گرفتم. نه خاموش شدم. تولدم مبارک. دست بزنی بابا. وای بابا نگاه کن، مورچه رو نگاه. میدونی که مورچه 200 سال عمر کنه؟ اگه البته اعدام نشه. بابای من، بابا غوز نمی کنم، به خدا غوز نمی کنم. ببین چرا اینجوری میکنی؟ قول میدم، ببین قول میدم که صاف و محکم نیستم. اینطوری یعنی قول میدم یه طوری همچین راست سلام بیفته تو گردی. قول میدم آبرو تو نبرم بابا. خوش نمی کنم. خوش نمی کنم بابا. گوشکان حرفای تو من یاد اون کسی میندازه که با کلنگ زمین رو میکند، با صدای بلند قرآن میخوند تا تو کبیر آب بگیر. اما در این قضیه چی که آب برهوت. اگه این نبود تا حالا دیوونه شده بود مثل تو. بریزم؟ نه نه، زمان نکشید. مستی خود این از ماست. ما خودمون نخورده مست و مستی. بله مستی؟ مستا دوست دارن یکی هم واسه شون عربی برقصن. اگه نه من یه عمر زحمت کشیدم که خودم و این مردم واسه کسی عربی نرقصن. ولی شما رضایت بده من خودم واسه میرقصن. همچی واسه بشکم بزنم که از این انگشتام خون بشه. رقص خون؟ رقص خون چرا؟ تا کی؟ تا چند سال؟ آقای سنجری وفا، من بابام تکیه‌دار امام حسین بود، عاشق امام حسین بود. اسم منم گذاشت امیر حسین. اون شدیم دیوونه حسین، عاشق حسین. جنگ شد گفتن حسینیاش بیان، مون رفتیم.
رو از جنوب به غرب، از کوه به بیابون، این برابر بالاخره اسیرمون کردن. جنگ تموم شد، باز اسیر بودیم. صلح شد، باز اسیر بودیم. این اواخر صدام که سقوط کرد ما آزاد شد. حالا اینه که من عرض کنم قصه هست بر خودم. من دخترم کنچوبه ادامه چیکار میکنم؟ چیکار کنم که رضایت بدیم؟ بریم. من یادم برشته شده هم جلز و بلز شده هم زور نبودم اصلا مهم نیست. فقط دلم میخواد بتونم واسه بچه هم واسه دختر هم کاری بکنم. بیا چنش بیا تا بهت بگم چی کار کنی تا بهت رضایت دارم. چنش تا این کارم نکردی بهت رضایت نمیدم. اینجا هم نیا چون رات نمیدم. دیگه هم از من توقع نداشته باش. سراغ منم نمیاد. حسابش از دستم در رفته. چقدر خرجش کرد؟ هر کی تو فکر کنی، هر جا که تو بگی، داخل خارج، یه تیک ماه بود شده یه تیک گوشت. نه گریه ای، نه ناله ای. دلم تنگ بسه یه ذره خندهش، یه بابا گفتنش. این جیگرم سوخته، انگار یه گوله آتیش گذاشتن اینجا. با مادرش تو ماشین بودن تصادف کرد، مادر مرد، راحت شد. من دارم ذره ذره میمیرم. امیر حسین دیوونه ی حسین، برو با اون حسینت بگو امیر حسینم، دیوونه ی حسینم. چرا همش من؟ یه بارم تو. ای حسینم، امیر حسینم، برو برو دیگه. دادی بزن، یه اعتراضی بکن، خونه رو بریز برن، بزن برمت خونه کشن. من میدونم من یه ورزه بودم، میدونم نبودم، من فقط برای تو درد زرم.
حاصل همین عمر تو جلو چشمت به خاطر من دارم ازت میگیره. من که شکایتی ندارم. برو مرخص. سلام. باز دوباره پیدات شد دیدونه این حسین؟ دیشب کربنایی شده. انگار آقا رو دیدم. چی شد؟ خواستم بگم ولی روم نشد. خواستم بگم اسیر بودم، دیدم همه اهل بیتش به اسارت رفت. خواستم بگم جهاد کردم، دیدم جهاد من کجا، جهاد حسین کجا. خواستم بگم بچه‌ام، دیدم دستم خالی، دستم خیلی خالی بود. با دست خالی چی کار میتونستم بکنم؟ حالا اومدم بهت بگم من خیلی مزاحمت شدم، هیچ کاری نتونستم برای بچه همون بود. حلال کنم.